امروز در اخبار انتخابات، اولین مناظره انتخاباتی ریاست جمهوری دهم سه‌شنبه شب بین مهدی کروبی و محسن رضایی برگزار شد. در این مناظره که از شبکه 3 صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شد، این دو نامزد احراز مقام ریاست جمهوری درباره برنامه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی خود به بحث پرداختند. در این مناظره تلویزیونی کروبی از نوع مواجهه حکومت با موضوع حقوق شهروندی ابراز تأسف کرد و گفت امروز در کشور ما حقوق شهروندی از سوی حکومت رعایت نمی شود، چرا که اگر چنین بود حوادث کنونی ایجاد نمی شد. باید به مناطق مختلف و اقوام متفاوت از جمله کردها، اعراب یا برادران اهل سنت رسیدگی شود. این مجموعه ها نباید احساس کنند که شهروندان درجه دو هستند. در همین حال محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز گفت که خواهان انقلاب اقتصادی در ایران است. رضایی تأکید کرد همان تحول بزرگی که در سیاست رخ داد و نظام شاهنشاهی را به نظام جمهوری اسلامی تغییر داد، بایستی در اقتصاد نیز رخ دهد. امروز چهارشنبه دومین مناظره انتخاباتی بین میرحسین موسوی و محمود احمدی نژاد در ساعت 22:30 دقیقه به وقت تهران برگزار می شود. بسیاری از کارشناسان انتخاباتی مناظره موسوی و احمدی نژاد را مهمترین رویارویی انتخابات دهم ریاست جمهوری ایران ارزیابی می‌کنند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران امروز در دیدار با میهمانان خارجی شرکت کننده در مراسم 20مین سالگرد ارتحال آیت الله خمینی گفت هولوکاست فریب بزرگ تاریخی است و رژیم صهیونیستی یعنی اسرائیل جنایتکارترین رژیم جعلی تاریخ است. احمدی نژاد همچنین دولت اسرائیل را متهم کرد که مردم مظلوم و بیدفاع غزه را با این استدلال که چرا آنها از خودشان دفاع می‌کنند تروریست نامیده و آنها را می‌کشد. وی با تاکید بر اینکه حرکت آیت الله خمینی حرکتی هدایت شده از ناحیه خدای متعال و در استمرار حرکت پیامبران الهی بود گفت امروز به لطف خدا نظام سرمایه‌داری و لیبرال دموکراسی و استکبار برآمده از آن در نقطه پایان خود قرار دارند. به همچنین با این ادعا که نظام لیبرال دموکراسی در عرصه نظریه و عمل به بنبست کامل رسیده است گفت 30 سال است که هیچ رویش جدیدی در این اندیشه اتفاق نیفتاده است. وی همچنین گفت که مأموریت اصلاح جهان مأموریتی همگانی است و همه مردم جهان باید دست به دست هم در این راه گام بردارند. میرحسین موسوی با بیان اینکه در سالهای گذشته بحث حمله آمریکا به ایران تیتر اول روزنامه‌های آن کشور و بحث روز شده بود گفت حمله نکردن آمریکا به ایران نه به دلیل منصرف شدن آنها که به دلیل ترس آنها از ملت ما و از مقاومت مردم ما بود. موسوی شب گذشته در برنامه انتخاباتی شبکه 4 سیمای جمهوری اسلامی به کارشناسان آن شبکه گفت که توسعه همه جانبه ایران جز از راه آزادی رسانه‌ای امکان پذیر نیست. وی تأکید کرد قطعاً به نفع کشور است که مطبوعات و رسانه‌های آزاد داشته باشیم. موسوی در این حال گفت نقش دولت به عنوان یکی از منابع اطلاعات در گردش آزاد اطلاعات نقشی پررنگ است. وی افزود که از نظر وی حد و حدود رسانه‌ها همان است که قانون اساسی تعیین کرده است. موسوی همچنین گفت که ایران باید به سمتی برود که ارائه اطلاعات از سوی دولت الزام‌آور باشد و تنها اطلاعات نظامی و امنیتی در دسترس افراد نباشد. این خبرها و خبرهای دیگر در تلویزیون واشنگتن.com